سلام به همه دوستان و همراهان پنج شنبه سیزدهم مرداد 1401 چهارم آگست 2022 بعد از پنج ماه ناز و اشوه هایی که برادر داماد رهبر من بارها گفتم که تنها دلیل انتصابش به این شغل روز نسبتش با داماد رهبره و در واقعشون نونش نونی که به دست میره بابت شغل شب برادرشه که داماد رهبره بعد از اشواهای انصافا شطوری که مدت اومد و حرفایی که زد حالا قرار شده الان این ساعتی که برنامه شما میبینید احتمالا در وین هستن برای مذاکره جالب برای این که خودشون مسخره میکنن نمیگن مذاکرات احیای برجام میگن مذاکرات رفع تحریم در حالی که همه میدونن طرف های خارجی همشون مرتب از برجام صحبت میکنن حالا علتش چیه؟ علتش اینه که همین آقایی که شغلشون مدیونه، مدیون شغل شب برادرشه در زمان دولت روحانی که مصاحبه با تلویزیون کرده حالا دیگه زمان سابق نیست که بتونن لاپوشی کنن این مصاحبه موجوده اونجا برجام رو به زن فاسدی تشبیه میکنه که وقتی که سه طلاقش میکنه دیگه رجوع نمیکنه یعنی مراج... خبرنگار سوال میکنه که شما به برجام رجوع میکنید توضیح میده میگه مثل زن فاسدی که شما از خونه بیرونش کردی طلاقش شدی حالا دیگه بهش رجوع نمیکنه نظر از این که حالا شما تو این بحثم داشتید که چرا الان برجام رو هیچ سر صدایی ازش نیست خب طبیعیه دیگه شما مثلا شما سالگرد ازدواجتون رو موقع جشن میگیرید که مثلا زندگی راضی باشی یه خانم خوب داری مثلا یه خانم خانه‌دار محجبه است نمیدونم عفیف است تأمین کننده به اصطلاح منافع خونه است نمیدونم بچه ها رو میرسه اینا اما شما فرض کنید با یکی ازدواج کردی بعد این خانومه بل کرده رفته از اون طرف اومده نمیدونم خونه شما رو به اسمش کردی گرفته برده مثلا شما رو خونه بیرون کرده نمیدونم دکتر دعوا علیه توی دادگاه چیز کرده نمیدونم مهر رو اجرا گذاشته چهار تا دروغ داره بد میگه با دو تا داره ارتباط میگیره داره علیه کار میکنن قاعدتا هیچ وقت شما سالگرد اون ازدواج رو جشن نمیگیری همینجوری سی سیویلی سی رد میشی مخصوصا موقعی که خیلی هم زدین آقای دکتر مخصوصا مخصوصا وقتی که پدر شما گفته میشه با این زنه نرو ازدواج کن آقا فهمیدن من خوشبین نیستم به این مسیر نکنید این کارو خوشبین نیستم یعنی طرف رو عاقل میبینه پدر پسرش رو میگه خوشبین نیستم این یعنی نرو این طرف خیلی دلسوزا میگفتن این مسیر غلطه خب طبیعتا الان وقتی که یه همچین فاجعه ای رخ داده اون زنه اومده همه چی رو به هم زده غالبا مدام میخواد هی به اصطلاح لو پروفایل به اصطلاح عادیش بکنه و بگه نه هیچ اتفاقی نیفتاد خب حالا برای اینکه زورت نمیکنم میگم غلط کردیم و ضمن اینکه حالا باید جواب بدن که اگر این برجام نهایتا احیام احیا میشد چرا حداقل حالا ماهای قبلش کاری یک سالی که دولت رئیسی مستقره از امروز دقیقاً یک سال از شروع کار دولت رئیسی میگذره چرا تا به حال معطل کردید خب میگن مذاکرات احیای برجام نیست مذاکرات رفع تحریم هاست حالا من یادآوری تو بهتون میکنم از اواخر دولت روحانی خامنه شروع کرد صحبت کردن که ما به شرطی خب حالا من یه اضافه بدم بعد از اینکه آمریکا از برجام خارج شد یکی دو سال طول کشید جمهوری اسلامی شروع کرد بعضی از تعهدات برجامی رو در واقع متوقف کرد عمل به اون تعهدات رو از اصلا تعداد در مورد تعداد و سایر فعالیتایی که میکنن حالا جزئیاتش رو واردش بشم بحث اینه که در مقابل خروج آمریکا از برجام جمهوری اسلامی یه سری تعهداتی که در برجام داده بود رو متوقف کرد بعد خب دولت جدید آمریکا که اومد بحثای مطرح شد دوباره لابیستای جمهوری اسلامی راه پیدا کردن به دولت آمریکا و به کابینه آمریکا و بحث احیای برجام مطرح شد خامنه ای با سرعت گفت ابتدا باید کلیه تحریم ها حتی نه تحریم های برجامی. کلی تحریم ها رو آمریکا برداره ما راستی آزمایی بکنیم و بعدش برمیگردیم به برجام حالا بگذریم از اینکه افرادی که نزدیک به خودشون هستن مثل محمود نبویان که از نمایندگان اصولگرا و خیلی تند و رادیکال مجلس صحبت کرد و قسم جلاله خورد که هیچ امتیازی از آمریکا نگرفتن اینها در همین دولت انتقاد کرد به رئیسی که این کسانی که شما آوردین انقلابی هم نکردن امتیازی نگرفتن از نمیدونم 700 تا تح... تح... فرد و گروه تحریم شده کلا 7 نفر 8 نفرشون رفت تحریم میشن که اونا 7 8 تا خود این مسخره میکنه میگه مثلا یکیش دفتر رهبری مگه دفتر رهبری اون آقا میگه مگه دفتر رهبری مراودات تجاری داشته که از تحریم خارج میکنن خب بگذاریم البته نگفت آقای نبویان که یکی از موارد که جمهوری اسلامی داره اصرار میکنه به جایی که اصرار کنه بر رفع تحریم های واقعی اقتصادی اتفاقا مقامات جمهوری اسلامی اصرار میکنن که باید تحریم دفتر رهبری برداشت بشه برای اینکه این سرشکستگی براش بگذریم دیگرانی هم صحبت کردن اما مرتبا همیشه در رسانه ها میگن که ما به هیچ وجه برای بازگشت به برجام از خطوط قرمزمون عبور نمیکنیم خاطرتون باشه خامنه ای چند بار در زمان روحانی گفتش که خطوط قرمزی که من ترسیم کرده بودم و این ازش رد شدن دقت نکردن به همین تا دولت رئیس مرتبا میگه که ما از خطوط قرمز رد نمیشیم فراموش نکنید که خط قرمز رو خامنه تعیین کرده با سراحت که بایستی همه ای تحریم ها برداشته بشه جمهوری اسلام راستی آزمایی بکنه و بعد برگردن خب اینم ظاهرا این وعده هم رفت کنار اون یکی وعده خامنه ای که گفته بود که اگر آمریکایی ها برجام رو پاره کنن ما آتش میزنیم ظاهرا نمیدونم فندک خامنه ای گاز نداره یا دستش حس نداره یا نه جنس کاغذ برجام طوری که آتشش نتونستن بزنن اون وعده که یک چیت منتفی شد که آتش نزدن می که خب آمریکا رسما پاره کرد دیگه حالا الانم که سه چهار سال از موضوع گذشته میخوان برگردن مذاکرات نه تنها حرف رفع کل تحریم ها منتفی شده نه تنها حرفی که سراحتا میگفتن آمریکا باید تضمین بده که دیگه خارج نشه یکی از ایراداش این بود که میگفتن که در دولت قبلی و در دوره ظریف تضمین کافی از آمریکایی گرفته نشده که از برجام خارج نشن بازی که دیگه از خواسته بود که بایستی تضمین از آمریکا بگیریم که دیگه از برجام خارج نشه به کجا رسیدم؟ رستم به اینجا که آقای محمد کوسری که از سرباران سپاهه و در مجلس نهم هم بوده همون مجلسی که برجام رو تصویب کرد در 20 دقیقه به قول خودشون و تلویزیون فیلمار نشد که شون داره گریه میکنه به خاطر این ننگی شده همراه بعضی از افراد دیگه که مثلا برجام امضا کردن در مجلس دهم ده نماینده نبود در مجلس 11 هم دوباره به عنوان گماشته در مجلس 11 هم, هم هست این آقا سرداران سرباران بسیار پر مدعای سپاهی که در مجلس کاشته شده ایشون مصاحبه کرده و گفته که ما درخواست داریم که آمریکا حداقل برای دو سال باقی مونده بایدن ضمانت بده که از برجام خارج نمیشه من یادم افتاد که یک دیوونه بود تو قوم مشهور بود که میرفت جلوی بچه ها رو میگرفت دو چرخه دو چرخه قدیم زنگ داشتن نمیدونم دوستان دیدن یا یعنی. نه به جای بوق یه چیزی بود که با دست میزنن یه حالت مثل زنگ مدارس سابق رو میداد این دیمونه جلو بچه ها رو میگرفت و میگفت دو چرخه بده سوارشم یه سر از بچه ها میترسیدن بلا می میدادن بعد بعضی خود مقاومت میکردن میگفتش که خیلی خوب بذار تو رو خدا برم تا سر کوچو و بر میگردم اگه خیلی طرف مقاومت گیر میگفت پس تو رو خدا بذار یه زنگ با این دو چرخه بزنم جمهور اسلامی کارش رسید به اون زنگ که تازه فکر کنم زنگش هم زنگ زده خیلی کار نمیکنه حالا میگن که آمریکا تضمین بده که برای دو سال باقی مونده بایدن از برجام خارج نمیشه یعنی در واقع میخوان آ... با آبروداری بی آبروی خودشون رو رنگ و لعاب بدن یعنی اون همه ادعایی که کردن رو حالا بگن که ما هنوز سر شروطون بایستدیم ولی جالب همین آقا که مصاحبه کرده در یک قسمت دیگه از مصاحبهش یعنی این شرط رو گفته اشکال نداره ما همین دو سال تضمین بدن باز میگه اما این که اسم سپاه از لیست تحریم و خارج نشه برای ما به هیچ وجه قابل قبول نیست اما این هم به تمسخر گرفته شده و به آمریکا به دیوار زده شد آمریکا رسما بارها و بارها در این مدت اعلام کردن که هر اتفاقی بیفته اسم سپاه از لیست گروه های تروریستی آمریکا خارج نخواهد شد و الان هم رسما اعلام شد یعنی الان رسما از سر موضع ایران اعلام شد که در حال حاضر جمهوری اسلامی اصراری بر, اخرا... بر خروج نام سپاه از لیست گروه های تروریستی آمریکا نداره این حرف رو البته 4 5 ماه پیش امیر عبداللهی هم در یک مصاحبه تلویزیونی زد که حسین شرط مداری یک مقاله تند علیهش نوشت ظاهرا خبر نداشت که به توصیه دختر آقا به آقا و قبول آقا به دامادش گفتن دامادش به دارشش گفته که اشکال نداره برید اسم سپاه در نیاد اما من بحث سر این سپاه که نه معاملات قانونی خارج از کشور انجام بده که تحریم باشه یا نباشه تاثیر داشته باشه تمام معاملات و تبادراتشون از طریق تجارت چمدانی و پولشویی و انواع فساد این در واقع یک بازی فقط بحث حیثیتی بود اما همین رو هم نتونستن جا بدن با توجه اینکه خودشون هم میدونن آمریکایا کاملا پشت پرده اینها رو میدونن بسیاری از افراد دلال در آمریکا هم حتی باشون زده بند دارن اونها هم منفعت میبرن من توضیح دارم دو رو سه روز پیش که چرا آمریکا یا چرا جمهور اسلامی اینقدر اصرار میکنه رو برنامه هسته ای و منفعتش بحث بمبونه بحث دیگه است اما منافع مادی که مافیاهایی که مستقیم به دفتر رهبر بسر هستن در این دوره تحریم دارن باعث میشه که اصرار کنن و سعی کنن مسئله کش داده بشه ولی به هر حال با توجه به شعارهایی که دارن با توجه به ادعاهایی که کردن حالا دارن همه اون ادعاها رو پس گرفتن به حد اون زنگ زدن دوچرخه اون دیوونه قانع شدن و میخوان طور که اعلام کردن برن در وین و قرارداد برجام احیا بشه و جالب است که باز دوباره همون فیلم های سابق رو بازی میکنن با اینکه خودشون میدونن اصلا تمام درخواست خودشون از آمریکاست میگن آمریکا باید تحریم ما رو برداره در, در این حال میگن ما مذاکره مستقیم با آمریکا نمیکنیم مذاکره غیر مستقیم این هم از مسخره بازیه که واقعا در حکومت خامنه ای همه چیز به ابتزال کشیده شده کلمه مذاکره هم به ابتزال کشن مذاکره مستقیم نمیکنیم یعنی چی بالاخره دیدید که اوضاع چجوریه ما مجبور شدم آره که دل مجبور شدید دارید انقدر ذلت به خرج میدید ای کاش مذاکره مستقیم بود که یه سری وسط امتیاز نگیرن و در واقع امتیاز از ملت ایران بگیرن از آمریکا هم بگیرن اما چیزی که ملت ایران نیاد حالا به هنوز من واقعا به صد درصد مطمئن نیستم که روس ها به راحتی کنار بیان چون روس ها هنوز از اینکه ایران به بازار انرژی دنیا برگرده و این اهرام فشاری که روزها روی غرب دارن به خاطر مسئله صادرات انرژی که میتونه یکی از عوامل فشار روزها رو غرب باشه و نمیدونم روزها هنوز اجازه میدن و مطمئن هم نیستم که اگر برجام حتی احیا بشه برای کار تبلیغات در داخل کشور این اجازه رو روزها بدن که جمهوری اسلامی گاز صادر کنه برای کاهش کم، کاهش کمبود انرژی در بازار و جلو این باجگیری روسیه رو بگیره چون خامنه ای تنها کسی در سراسر دنیا حتی رئیس جمهور چینی حرفو نداره تنها کسی که با سراحت حمایت کرده و حتی تقدیس کرده مقدس شمرده حمله جنایتکاران پوتین به اوکران رو خامنه ایه. خب این آدم خیلی بعیده که وقتی اینقدر آدم زلی در برابر پوتین که وقتی پوتین اومد اینجا خودش نگفت ما ابتکار عمل به دست گرفتیم گفت ما مجبور شدیم ولی گفت شما ابتکار عمل در دست گرفتید بگذاریم با این وضعیت من نمیدونم آیا اصلا باز هم روسیه در لحظات آخر مذاکرات امروز به هم میزنه یا نه اگر به هم نمیزنه بی میکنه چون من تقریبا مطمئنم که روس ها اجازه نخواهند داد این اهرام فشاری که به خاطر مسئله گاز و نفت دارن و میتونن اگر مدت طول بکشه جلوی برسن به فصل سرما قبر رو مجبور کنن که رو کم بکنه فکر نمیکنم روس رو از دست بدن ببینید در یک سال گذشته رئیسی بارها ادعا کرده که ما اقتصاد کشور رو بدون برجام هم انجام میدیم اصلا گره نمیزنیم سرنوشت اقتصاد رو به برجام اما در عمل دیدیم که هر بار که تو همین یک سال یکی دو بار که مطرح شد که توافق داره انجام میشه دلار 1000 تومان 2000 وقتی نشد دوره رفت بالا یعنی کاملا اقتصادشون گره خورده و خودشون هم میدونن و الان هم اگر بحث اقتصادی نبود با توجه به اصرار روسیه بر عدم احیای برجام احتمالا اینو دنبالش نمی ولی به هر حال مشخصه که چاره غیر از این ندارن اما حالا من سوالم اینه اگر که قطعا اینطوره اگر اقتصاد کشور گره خورده به این تحریم ها و اگر اقتصاد کشور گره خورده به احیای برجام که احیای برجام میتونه بخشی از تحریم ها رو برطرف کنه علتی که یک سال مقاومت کردن و امروز دست از شورتشون مندارن مسئولیت جانهایی که این یک سال از بین رفته خودکشی کردند دچار بیماری شدن دارو نبوده براشون و مسائل مختلف البته تحریم دارویی ما نیستیم تحریم دارویی به خاطر مافیای دارویی که از سالهای بسیار دور در هلال احمر بوده در دورهای مختلف افراد مختلف هم بودن ولی واقعا یک مافیای بزرگه و چیزی ما به نام تحریم دارو نداریم غیر از مافیای هلال احمر خانم دستجردی که وزیر بهداشت دولت احمدی نژاد بود بعد از که برکنار شد توسط احمد نژادی که مصاحبه کرد البته قبلش هم مصاحبه کرده بود پس خودش هم میگه اصلا علت برکناریش اون مصاحبه اول بود که اعلام کرد که ارزی که ما قرار بود اختصاص بدن برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی باش لوازم و آرایش و خودروهای شیک وارد شده برای انگل زاده ها خب پس تحریم دارو نیست این دو بحثه یکی اینکه ارز رو هم زمان احمد نجات و هم در دولت روحانی هم وزیر بهداشت سید نمکی اومد گفتش که ارز دارو باش کابل وارد کردن و فروختن خب این هم بحث سوء استفاده که از ارز دارو میشه و هم مافیای دارو که نمیخواد اختیار بازار آزار دارو رو از دست بده ولی به هر حال به هر دلیلی که اگر در این یک سالی که حالا مشخص شد از شروطشون عقب نشینی کردن اگر عقب نشینی نمیکردن گفتون خیلی خوب لابد یک منفعتی دارن حالا یا برای حکومت یا برای مردم چون قطعا نمیشه منفعت هم برای حکومت باشه هم برای مردم هر چیزی ببینید با صراحت من بارها گفتم بازم میگم هر چیزی که به نفع جمهوری اسلامی باشه قطعا به ضرر ملت ایرانه و هر چیزی که اندکی از غم و ملت ایران برطرف کنه مورد خشم و نارضایتی جمهوری اسلامی ولی به هر حال حتی اگه بر منفعت جمهوری اسلامی بود یا بر منفعت مردم بود اینا یک سال علت تا... که اهمال کردن و عقب انداختن احیای برجام رو چیه اینا از شرط خروج سپاه از لیست تروریستی که دست کشیدن که یکی از مهمترین شروطشون بود از روز اول میگفتن که میگم حتی وقتی امیر عبداللهیان این ابلهی که انصافا باعث روسفیدی رئیسیه اومد گفتش که ما اصرار نخواهیم کرد برای خروج نام سپاه از لیست تروریستی کیهان بهش پرید و دیگران پریدن و بعضی از فرماندهان سپاه هم اعتراض کردن خب از اون شرط که دست برداشتن از شرط اولیه و اه... که هم در چه حالی از حالت روحی بود خامنه ای بحث کرده بود تاکید کرده بود که باعث همه تحرم برداشته بشه از اون که گذشتن نه تنها از اون گذشتن از خیلی از مسائل دیگه هم گذشتن از شرط تضمین هم گذشتن میخوام ببینم چه اتفاقی در یک سال بعد از یک سال افتاد که میخوان قبول کنن و مسئولیت خسارت هایی که به مردم وارد شده خسارت هایی که به اقتصاد عمومی کشور وارد شده جان هایی که میگم از دست رفته کسانی که زندگی هایی که از هم پاشیده بیمارانی که به خاطر مشکلات مالی یا غیر مالی جانشون از دست دادن تاخیر هایی که همین بحث تحریم ها به قول خودشون در واردات واکسن داشت اینا مسئولش کیه اگر واقعا برجام تأثیری نداره مگر این برجام همون برجامی نیست که خامنه ای میگفت خسارت محضه مگر حسین شریعت مداری و احمد علم الهدا و بسیاری از ائمه مجامه بارها و بارها و بارها نگفتن که برجام خیانت بود مگر همین نرینه ای که برادر داماد رهبر برای مسئول مذاکرات نگفت این مثل یک زن فاصله که از خونه بیرونش کردیم حالا برای احیای همین یک سال اقتصاد کشور و مردم معطل کردن الان هم با عقب نشینی زلیلانه از شروطشون دارن امضا میکنن من سوال اینه که اگر قرار اگر امروز پذیرفتن امضا کنن این یک سال برای چه مردم معطل کردن این سوال از کسانی که از حکومت دفاع میکنن ببینید اگر اونایی که راند خورن که یک منفعتشون در همین طولانی شدن هاست اما مردم عادی که هنوز از حکومت دفاع میکنن از خودشون سوال کنن جمهوری اسلامی چه چیزی رو در یک سال به دست آورد که یک سال اگر بحث برجام منجر به رفع تحریم ها بشه چون خودشون جالبه که آقای باقری میگه مذاکرات رفع تحریم یعنی اگر به نتیجه برسند یعنی برای رفع تحریم نتیجه گرفتن اگر امروز از شروطشون کوتاه اومدن با سراحت خودشون میگن میگن ما شرط تضمیر رو کردیم دو سال دیگه فعلا نام سپاه از گروه تروریستی خارج نمیشه و تحریما رو هم, هم نمیخوام بردم یه تعداد مشخصن خیلی سریع اعلام کردن خب ببینید وقتی این طور هست یعنی بسیار از اول گفتم همه تحریما الان میگن رو تعدادی از گروه ها و افراد حقیقی و حقوقی که در تحریم مثلا حدود 700 تا هستن چیزی که اینا خودشون حدود 100 خورده ظاهرا قرار شده که از تحریم خارج شه شما که اینطور عقب نشینی کردید چرا یک سال پیش این کار انجام ندادید که تاثیرش بر زندگی مردم حاصل شه دلیلش مشخص من قبلا گفتم یک اینها مسئول از بین بردن ایران و ایرانی خانوار ایرانی اقتصاد ایرانی هستند دو در این تحریم ها نف... منافع بسیار زیادی دارن از جمله اینکه به خصوص در سه چهار ماه اخیر اگر برجام رو اجازه ندادن احیا بشه برای اینکه نیاز غرب به گاز روسیه و نفت روسیه در حالی که در این شرایط میشد با قیمت بسیار خوب نفت و گاز رو بفروشن من بارها گفتم نمیدونم اگه میفروختن پولی به جیب ملت ایران نمیومد میومد یا نه اما اگر ده درصد میومد بهتر از این وضع بود این کارو نکردن الان که به نظر میسه غرب کم کم ناچار با روسیه کنار بیاد چون فصل سرما داره میرسه اینها دارن وارد برجام میشن کسانی که از حکومت حمایت میکنن و به خصوص این روزها من دیروزم در ویدیو اشاره کردم این روزهایی که دارن برای امام حسین عزاداری میکنن که امام حسین شب عاشورا رسما به همون 72 نفری که همراهش بودن که در قرار بود در برابر 15 هزار نفر طبق روایات اینها به جنگن به شما کسی در بین شما هست که حق و ناس به گردنش بره این حق و که به گردن تبر نخورده و انشالله تبر بخوره علی خامنه ای هست که باعث شده یک سال تحریم ها ادامه پیدا کنه بسیاری از مردم مشکل پیدا کنن بسیاری از افراد برشکست شدن ناامید شدن بسیاری از افراد خانه هاشون از دست دادن اتومبیل از دست دادن عزیزانشون از دست دادن بسیاری از افراد ناچار به مهاجرت اجباری شدن مسئول این حق ناسکیه و قطعا کسی که در این روزها هم ادعا میکنه برای امام حسین عزاداری میکنه و همین کارا رو میکنه همزمان میره خانه بهایی ها رو تخریب میکنه یقینا نه به امام حسین اعتقاد نداره به خدای امام حسین هم اعتقاد نداره دوستان با خودتون تعارف نداشته باشید اگر شما هم بازی میکنید با خدا و اعتقادات اینا براتون بازی چاست برای ریا در برابر دوستان و همسایگان و زن و فرزند و پدرزن و مادرزن زن ادامه بدید اگر خدای امام حسین وجود داشته باشه خودشو کمرتون میزنن اما اگر واقعا اعتقاد دارید از خودتون بپرسید این کسانی که با ادعای احیای نهزت حسینی با ادعای پیروی از علی کارا رو مسئول این یک سال من به قبلش کاری ندارم مسئول این یک سال تاخیر در احیای برجام که قطعا تاثیرش در تک تک سفره های خانه خود شما هم بوده مسئولش کیه و امروز چه دستاور دستاوردی به دست آوردن که یک سال پیش نمیشد همه این حرف رو سال گذشته آمریکا قبول داشت تمام حرفایی که امروز زده میشه یعنی اگر جمهوری اسلامی اصرار نکنه بر برداشتن نام سپاه از گروه های تروریستی اگر جمهوری اسلامی برای تضمین دائم در مورد حضور آمریکا در برجام اصرار نکنه اگر جمهوری اسلامی بر رفع همه تحریم ها اصرار نکنه آمریکا از یک سال پیش مرتبا این آیت الله رابرت مالی که وردست گروه مذاکره کننده است از اول گفته و اتفاقا تا حد به طوری صحبت میکنن که ماها اینا چقدر دارن ذلت به خرج میدن حتی ذلت که اون بر پشت پرده مشخص نیست چیه خب ببینید به نظر میرسه که حالا یه آدمی که اینجا در آمریکا دو چهار زوال عقل نسبیه به انتخابات مجالس گذارش نزدیکن و این نیاز به یک اعلام پیروزی سیاسی داره به خاطری که بخشی از تنفری که در جامعه به خاطر رفتارش و بعضی از حالا حرکت‌های ناشی از زوال عقل یا حواس برای که جبران کنه نیاز داره نمیخواد منافع امریکا. در این مورد به خصوص منافع آمریکا اصلا مطرح نیست منافع حزبیشو مطرحه در داخل کشور آدمی که زوال عقل داره و هر روز یک تصمیم بهش تحمیل میکنن امروز احتمالا دیگه در واقع کفگیر سپاهیان به ته دیک خورده نیاز دارن دوباره پولی بگیرن که پول هپلیاپو کنن ببرن این دو نفری که دو دوچار زوال عقل هستن و متاسفانه اختیار ایران الان تو دست این دو نفره و انقدر با هم دیگه به هم علاقه و عشق که فقط مذاکرات غیر مستقیم میکنن مثل که از هم خجالت میکشن حیا دارن نسبت به دا هم دیگه تا یواشوش محرم بشن اختیار ما که دست این دو نفر افتاده که زوال عقل دارن و هر کدوم هم فقط با همون زوال عقلشون دنبال منافع خودشون هستن نه این طرف قصه منافع آمریکا مطرحه نه اون طرف قصه منافع مردم ایران بر در آمریکا اون چه مهمه چون میدونن وضعیتشون دموکراتهایی که حاکم هستن میدونن وضعیت چون در انتخابات آتی مجالس قانونگذاری بسیار خرابه دنبال یک پیروزی سیاسی هستن چون مردم آمریکا خیلی مردم سیاسی نیستن میشه با یک چیز حالا بحث ایمن از رو گفتند تا حدودی ممکنه تاثیر داشته زیاد نخواهد بود اما اگر بتونن یک مثلا قرارداد بیارن و بعد بیان ادعا کنن این قرارداد باعث شد که خطر امنیتی از اسرائیل طرف بشه خطر امنیتی از آمریکا برداشته بشه ایران به بمب هسته‌ای دست پیدا نکنه میتونه بخشی از مردم آمریکا رو دوباره فریب بده برای انتخابات و در داخل رو هم که گفتم کسی زوال عقل داره و متاسفانه درست عقلش دچار زوال شده اما کینه ها و عقده هاش تکون نخورده و کماکان اصرار داره بر ضدیت با مردم ایران حالا ببینیم نتایج مذاکرات چی میشه اما هرچی باشه این سوال رو من خواهش میکنم از طرفداران حکومت از خودشون بپرسن و از بار دستیاشون علت یک سال تاخیر برای این توافق زلیلانه چی بوده متشکرم